فقط خبر. قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع سال بعد از آغاز حمله نظامی عراق به ایران، آیت الله خامنه ای میگوید سیاست جمهوری اسلامی از اول تا آخر جنگ عقلانی بود. اعلام پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان با وجود اختلاف بر سر مبنای حل اختلافات. طالبان فقط فقه حنفی را ملاک می‌گیرد، اما دولت می‌گوید این مغایر اصول دینی است. خیز تازه کرونا در اروپا، آمار مبتلایان در بریتانیا هر هفته دو برابر می‌شود. و مراسم اسکار سریال‌های تلویزیونی زیر سایه کرونا، برندگان جوایز امی اعلام شدند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. در 40مین سالگرد شروع جنگ عراق و ایران، امروز رهبر ایران گفت که این جنگ با وجود همه مشکلات و خساراتش برکاتی داشت و باعث پیشرفت شد. آیت الله علی خامنه ای با انتقاد از کسانی که مجموعه سیاستگزاران جنگ را به بی تدبیری متهم می کنند گفت سیاست دفاعی جمهوری اسلامی از اول تا آخر جنگ عقلانی بود. او تصمیم آیت الله خمینی به پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ را مدبرانه خواند. این در حالی است که تا به حال بسیاری از طرفداران آقای خامنه ای پذیرش قطعنامه را تحمیلی و ناشی از همراهی نکردن سیاستمداران وقت با دیدگاه های سازش ناپذیر آقای خمینی دانستند. سیاوش اردلان گزارش میده. تابلوهای کشته های جنگ در میان چفیه، بر روی صندلی های خالی، در کنار مقامات ماسک بر دهان. دنیا عوض شده، آنگونه که چالش های این دوران 40 سال بعد از حمله عراق به ایران از جنس دیگری هستند. اما برای حکومت در ایران خیلی چیزها هم عوض نشده. آنچه عوض شده شکل و شمایل رودررویی ایران با نظم جهانی مورد نظر غرب و آمریکاست. گاهی رهبران ایران ناگزیر شدند کوتاه بیایند و گاهی هم ایستادگی کردند. به گفته رهبر ایران، کوتاه آمدن در جنگ 8 ساله با عراق عقلانی ترین تصمیم بود. قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عقلانه نبود، امام انجام نمیداد. اما آن تصمیم عقلانی پایان مشکلات ایران نبود، چون تصمیمات دیگری گرفته شد که عقلانی بودن آنها همچنان محل بحث و مناقشه است، مثل برنامه هسته‌ای ایران. سالها تحریم و ادامه فشارهای جهانی ایران را به تصمیم دیگری کشاند، آنگونه که کشورهای غربی را. ایده صدور انقلاب پابرجا ماند، اما ایران و غرب با هم کنار آمدند. ورق برگشت، آمریکا زیر توافق هسته‌ای زد و حالا نه فقط توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران را می‌خواهد، رهبری آمریکا نگاه کنید، بلکه با 12 شرط می‌خواهد ایران کلاً ایده صدور انقلاب را کنار بگذارد. ایده‌ای که برای خیلی از ایرانی‌ها یک آرمان و برای خیلی‌های دیگر یک خیانت است. آیت الله خامنه‌ای امروز نوشیدن جام زهر را عقلانی‌ترین تصمیم خواند. اما خیلی ها میخواهند امروز هم در مقابل فشارهای آمریکا باز جام زهر بنوشد. رهبران ایران خواهند گفت شروع جنگ با عراق به خاطر حمله صدام به ایران بود و شروع محاصره اقتصادی امروز ایران هم به خاطر حمله ترامپ به برجام. ولی مخالفان حکومت هم میگویند هم حمله صدام و هم حمله ترامپ نهایتاً ناشی از ایده صدور انقلاب بود. گسترش نفوذ ایران امروز این کشور را به یک قدرت منطقه‌ای با نیروی بازدارندگی بالا بدل کرده، اما به قیمت بحران و تنش در روابط خارجی و بهای سنگین برای اقتصاد ایران. جمهوری اسلامی، رهبر ایران امروز هیچ نشانه‌ای از کوتاه آمدن به دست نداد و شاید معتقد است فشارهای امروز مثل زمان جنگ مزیت هم دارد. جنگ به طور طبیعی یک پدیده سهمگین و خشنه، اما برای ما
از این پدیده سهمگین و خشن 8 ساله این برکاتی که من حالا چند تاشو شمردم برای ما حاصل شد و بیش از این هاست. شاید با انتخاب دوباره دونالد ترامپ در آمریکا محاسبات ایران تغییر کند. شاید هم نکند. فعلا برای رهبران ایران نهضت ادامه دارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای بحث بیشتر در همین مورد محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از مشهد با ما هست. آقای جوادی حصار، در قرائت آقای خامنه‌ای که امروز در مورد جنگ شنیدیم، آیا تفاوتی می‌بینید با آنچه پیشتر گفته شده بود یا حداقل با آنچه هواداران او می‌گفتند که در واقع تحمیلی بوده قطعنامه؟ به نام خدا و زنده داشتن یاد شهدای جنگ تحمیلی. از کنم خدمت و فرماشت آقای خامنه‌ای در کلیات با سخنان دیروزشون و روزهای قبل و اوائل جنگ تفاوت ماهیتی چندانی ندارد. در ادامه صحبتهای امام تفسیر و تعریف میشه. اما به دو سه فاکتور ایشون خیلی با تأکید اشاره کردن که من احساس میکنم باید بهش تذکر داده بشه، به این یادآوری بکنیم که ممکنه بعضی ها از این سخنان برداشت های نامناسبی داشته باشه. یکی اسمت در کلام امام بود که متاسفانه عده‌ای دنبال این حرفا میگردن تا همینا رو عمده کنند و گنده کنند و بگویند که خب تا امروز امام خمینی رو فعلا امام میدونستین، حالا معصومش هم کرد. این به نظر من ممکنه است سبق اللسان باشه در اصطلاح ادبا، اما آقای خامنه‌ای من مطمئنم که هدفشون از این سخن اسمت امام خمینی نبوده. امام خمینی بارها و بارها خودشون فرمودن که من هم خطا کردم، خطا میکنم، و از جمله بعد از اون پیام 8 ماده‌ای که گفتن همه باید بعد از این به قانون برگردیم. و اینجا هم در ماجرای جنگ امام با شهامت و صراحت فرمودن که من جام زهر می نوشم. خب می دونید که از منطق یک فقیه مجتهد و اعلم پذیرفتن این که یک خودکشی انجام بشه کار مباهی نیست، اما برای مصلحت کلانتر و برای اطلاعاتی که فرماندهان کشور به امام داده بودن، امام مصلحت کشور رو برای مصلحت شخص خودش ترجیح داد و گفت من قطعنامه رو میپذیرم، اگرچه برای من مثل جام زهر است، یعنی نمیخوام این اتفاق بیفته ولی باید بیفته. آنچه که در 8 سال جنگ اتفاق افتاد، همه اون کسانی که دستن در کار جنگ بودند و از نزدیک جنگ رو لمس کردن میدانن که خطا، فتور، سستی، بیمبالاتی در اجزا و ارکان مدیریت جنگی بود، اما اراده این شاید وجود نداشته که کسی بخواد عمدن این کارا رو بکنه. خیلی ها معتقد بودن در دوره امام که ما بعد از فتح خرمشهر باید جنگ رو متوقف میکردیم و ادامه نمیدادیم، و بسیاری از اونها میگفتن که اگر ما جنگ رو ادامه نمیدادیم، از جمله مثل آیت الله منتظری و دیگران، میگفتن ما اگر جنگ رو ادامه نمیدادیم میتوانستیم با دست بالا به صلح برسیم و غرامت‌های جنگی رو هم حتی از کشورهای دیگر بگیریم. اما از صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم برمیاد که عملاً شاید یه اشاره‌ای هم ایشون به همین مسئله داره و میگم نه، تمام تصمیماتی که گرفته شد عقلانی بوده. واقعا میشه تصور کرد که همه اون تصمیم‌ها عقلانی بوده؟ در مقطع خودش شاید بگوییم که عقل اقتضا میکنه کوتاه بیاییم. اگر این رو بپذیریم، بله، میشه گفت که اون مقطعی که ما باید مثلا صلح رو میپذیرفتیم و پیشنهاد اعراب و دنیا رو میپذیرفتیم برای آتش بس و میرفتیم صلح میکردیم و غرامت های جنگی رو میگرفتیم، شاید این کار عاقلانه ای بوده. اما در اون مقطع فرماندهان جنگ امام و دیگر فرماندهان رو متقاعد کرده بودند که ما اگر در این مقطع کوتاه بیایم، تضمینی وجود ندارد که صدام بعد از اینکه خودش رو بازسازی کنه دوباره به ما حمله نکنه، و لذا جنگ رو ادامه دادن. خیلی از شخصیت‌های ملی، مذهبی، سیاسی معتقد بودند که در اون مقطع اگر ما میپذیرفتیم قطعنامه رو و جنگ رو متوقف می‌کردیم، به نفع کشور بوده. اما بالاخره اون ستاد فرماندهی کل کشور تصمیمش بر این بوده که جنگ رو مدیریت کنه و ادامه بده. تحلیلشون هم شاید این بوده که
ما اگر متوقف کنیم شاید دوباره مورد هجمه قرار بگیریم. ولی واقعیت مسئله این است که در بسیاری از امور اشارات دقیقی رهبری به مسئله جنگ داشتن، از جمله این که ما جنگ رو اگر با مردم مدیریت نمی کردیم قطعا شکست می خوردیم. اگر ما جنگ رو با مردم مدیریت نمی کردیم و مشارکت گسترده مردمی در آحاد مختلف در جنگ حضور نداشتن، چه بسا وقایع تلخ قاجار و شاهان قبل از اون در ایران تکرار میشد و تجزیه ایران رو شاهد بودیم. ممنونم آقای جوادی یسار، متاسفانه وقت بیشتری نداریم، معذرت میخوام از شما. محمد صادق جوادی یسار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. گروهی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا قراره در جلسه‌ای که حدود یک ساعت و نیم دیگه برگزار میشه اقدامات جدیدی درباره ایران اعلام بکنند. قراره وزیر خارجه، وزیر دارایی، وزیر دفاع، وزیر بازرگانی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری و سفیر آمریکا در سازمان ملل در این جلسه حضور داشته باشند و صحبت کنند. پیشتر گزارش شده بود که آمریکا میخواد چندین فرد و نهاد دست‌اندرکار در برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران رو تحریم بکنه. هادی نیلی خبرنگار ما از واشنگتن با ما هست. هادی، کم سابقه است که این تعداد از مقام‌های بلندپایه آمریکایی در یک کنفرانس خبری همه با هم حضور داشته باشند. چه شده که همه با هم؟ همینطوره، این تعداد وزیر، مشاور امنیت ملی، رئیس جمهور و سفیر آمریکا در سازمان ملل با هم در یک جلسه بیشتر از هر چیز نشون دهنده این هست که چقدر دولت دونالد ترامپ میخواد تاکید بکنه روی اینکه اقداماتی که داره اعلام میکنه مورد توجه قرار بگیره، تاکید بکنه روی اینکه اقداماتی که میخواد بکنه دست کم برای خود دولت آمریکا جدی هست و وزارتخانه هایی که وزراشون در این جلسه هستن، وزارت خارجه، دارایی، بازرگانی، دفاع، اینها قراره که در واقع در جلسه اعلام بکنن که از توانایی ها و شبکه این وزارتخانه ها استفاده خواهند کرد برای اونچه که گمان میره و اینطور میشنویم ما که دولت آمریکا میخواد اعلام بکنه کسانی که بعد از این تحریم های سازمان ملل که دولت آمریکا میگه برگشته رو رعایت نکنن علیه ایران، دولت آمریکا اونها رو مجازات میکنه، تنبیه میکنه، پیگرد میکنه. اینطور که ما میشنویم قراره که تعداد در واقع چند ده نفر، تعداد بالایی شرکت ها و افرادی به فهرست تحریم های قبلی ایران، فهرست طولانی که در این دولت دونالد ترامپ شکل گرفته، افسوده بشه. کسانی که از دید دولت آمریکا دست‌اندرکار یا کمک کننده به برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و تسلیحاتی ایران هستن، حتی تسلیحات متعارف، و گفته شده که مثلا حتی مدارهای الکترونیکی که ممکن استفاده دوگانه در سلاح‌ها داشته باشه، کسانی که دست‌اندرکار خرید اونها برای ایران بودند تحریم خواهند شد یا در تهدید تحریم قرار میگیرند. همینطور مثلا قایق‌های تندرو که بعضن در خلیج فارس نیروهای سپاه پاسداران از اونها استفاده میکنند، اونها تحریم میشن. بیشتر در واقع سطح گسترده‌تری از تحریم‌ها هست که دولت آمریکا اعلام خواهد کرد برای اینکه در واقع نشون بده که جدی هست در پیگیری اینکه از دید خودشون، تو که اعلام کرده تحریم های سازمان ملل علیه ایران قبل از برجام بود و بعد از قطعنامه 2231 لغو شد اونها رو برگردونده، اقدامی که البته نه حمایت همپیمانان اروپایی آمریکا رو به همراه داشته، اونها خیلی جدی کشورهای سگانه اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه که طرف برجام هم هستند، جدی گفتن که این رو محل از نظر حقوقی نافذ نمیدونن این اقدام آمریکا رو، و همینطور دبیر کل سازمان ملل که گفته چون محل اختلاف هست در این مورد اقدامی نمیکنه و از ظرفیت های سازمان ملل برای شناسایی نقض این تحریم که آمریکا میگه برگشته استفاده نخواهد کرد. تا کمتر از یک ساعت و نیم دیگه این جلسه برگزار میشه و ما جزئیات بیشتر رو خواهیم داشت. دقیقاً، و تلاش خواهیم کرد که در بی‌بی‌سی فارسی تا اونجایی که ممکن باشه این کنفرانس خبری رو هم پوشش بدیم. ممنونم از هادی. هادی نیلی از واشنگتن. کانال تلگرامی سهام نیوز از دیدار غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، و محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اعتماد ملی، با مهدی کروبی در خانه او خبر داد. مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران حدود 10 سال است که در حبس خانگی به سر می‌برد. گزارش شده که یکی از موضوعات مورد بحث در دیدار دیروز آسیب شناسی مناسبات حاکمیت و اصلاحات بوده.
بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 177 نفر دیگر به علت ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. همچنین گفته شده که بیش از 3300 مورد جدید ابتلا شناسایی شده. همزمان با افزایش شیوع کرونا در ایران، وزارت بهداشت از اقدام برای پیش خرید واکسن کرونا از چند منبع مختلف از جمله دانشگاه آکسفورد بریتانیا، چین و هند خبر داده. وزارت صحت عامه افغانستان هم اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 3 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و 30 مورد تازه ابتلا ثبت شده. با این حساب تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 39 هزار نفر رسیده. شماره کل جان باختگان هم 1444 نفر اعلام شده. با برخاستن موج دوم کرونا در پایتخت اسپانیا از امروز بار دیگر قرنطینه برقرار شده. در بریتانیا هم روند ابتلا به کرونا رو به رشد گزارش شده و مشاور علمی دولت امروز هشدار داد اگر وضع به همین شکل پیش بره تا کمتر از 1 ماه دیگه روزانه 50 هزار نفر مبتلا خواهند شد و آمار مرگ و میر روزانه به 200 نفر میرسه. بریتانیا تا به حال بیشترین شمار قربانیان کرونا رو در اروپا داشته. مهرداد فرهمند نگاهی کرده به وضعیت کرونا در سایر نقاط جهان. در تاج محل پس از 6 ماه به روی بازدید کنندگان گشوده شد. از زمانی که این کاخ موزه شد تا به حال هیچگاه چنین تعطیلی طولانی به خود ندیده بود. آخرین بازدید کنندگان معروفش دونالد ترامپ و همسرش بودند که گویا پایشان سنگین بود. اندکی بعد ویروس کرونا به هند رسید و در تاج محل را بست. اکنون هم شمار بازدید کنندگان در مقایسه با قبل اندک است. حق عکس گرفتن دست جمعی هم ندارند. هند اکنون از لحاظ شمار مبتلایان به کرونا در جهان دوم است، جایگاهی که تا چند هفته پیش اسپانیا داشت. اما موج کرونا فروکش کرد و در حالی که همه جای دنیا مناسبت‌های هنری تعطیل شدند، اسپانیایی‌ها جشنواره سینمایی سان سباستیان را مثل همیشه برگزار کردند. جانی دپ بازیگر آمریکایی که مهمان جشنواره بود، دیروز قدمی هم در ساحل زد. اما گویا قدم او هم مانند دونالد ترامپ شگون نداشت. از امروز در پایتخت اسپانیا بار دیگر قرنطینه کامل برقرار شده. موج دوم کرونا برخاسته. اسپانیا بیشترین شمار مبتلایان به کرونا را در اروپا دارد. البته قرنطینه به سفت و سختی چند ماه پیش نیست. مدارس و فروشگاه ها بازند، اما رفت و آمد محدود شده. شهروندان نباید از اطراف محل سکونت خود دورتر بروند. این مقررات خشم هم برانگیخته. تظاهر کنندگان ساکنان محله های فقیر نشین مادریدند. دولت را متهم می کنند که میان فقیر و غنی فرق گذاشته، با قرنطینه زندگی را بر آنان سخت‌تر کرده. مرداد فرهمند، BBC. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفته که در مذاکرات صلح افغانستان نباید هیچ گروهی نظرات خودش رو بر دیگران تحمیل کنه. و همچنین گفته طالبان میگویند مبنای حل اختلافات باید فقه حنفی باشد و با سایر اقلیت‌ها مطابق شریعت اسلام برخورد بشه، موضوعی که به گفته او مغایر اصول دینی است. مذاکرات صلح افغانستان با حضور نمایندگان طالبان و دولت افغانستان بیش از 1 هفته قبل در قطر آغاز شده و هنوز طرز العمل مذاکرات نهایی نشده، یعنی چطور میخوان مذاکرات به پیش بره. اما برای بحث بیشتر در این مورد همکارم علی حسینی از کابل به ما پیوسته. علی، کمی راجع به نگرانی های آقای دانش به ما بگو، او نگرانی هاش چه است؟
از چیز حدود 20 مورد، دو موردی که طرز العمل مذاکرات را مشخص میکنه اختلاف ایجاد شده بین هیئت‌های دو طرف در دوحه قطر. یکی از آنها همین مبنای فقهی مذاکرات است. گروه طالبان گفته که این مبنا باید فقهی باشه. به این خاطر محمد سرور دانش واکنش نشان داده و گفته که مشخصا اینکه کسی بیایه و بگویه که ما با اهل تشیع مانند سایر اقلیت‌ها برخورد میکنیم و در چارچوب شریعت اسلامی، آقای دانش میگه به این معنا است که گویا شیعیان مانند پیروان سایر ادیان از چارچوب شریعت خارج هستند و همین خاطر میخواین طالبان با آنها در چارچوب شریعت برخورد کنند. به همین خاطر گفته که این مغایر اصول و حقوق شیعیان در افغانستان است. موضوع دیگری که آقای دانش از طالبان خواسته، گفته که خواهش میکنیم که اقدامی نکنن که در همین ابتدا فضای دوستی و صمیمیتی و وحدتی که در داخل افغانستان هست مخدوشه. اگر هدف ای باشه که از آغاز ارزش‌ها زیر سوال برود، این مذاکرات به صلح در افغانستان نمی انجامه. این نگرانی آقای دانش است. از طرف طالبان مشخصا در رابطه با این موضوع چیزی فعلا نشنیدیم که واکنششون چی میتونه باشه، اما گفته بودن که بحث مذهب و مذهبای رسمی در افغانستان در خود مذاکرات طرح میشه، نه در این طرز العمل ها. در این مذاکرات در چند روز گذشته به نظر می رسه که پیشرفتی آنچنان اتفاق نیفتاده، یعنی حداقل از دو سه روز پیش کم و بیش ثابت بوده. دقیقا همینطور. ببینید تا یه 3-4 روز گذشته روی همون قسمت اولشان هست، یعنی همون دو موردی که اشاره کردم در رابطه با اون اختلاف نظر وجود داره. حل نشد. چند دقیقه پیش هم که با قطر صحبت میکردیم گفتن که هنوز این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده. گروه های تماس دو طرف دست کم 5 بار یا 6 بار با هم نشستن ولی فعلا به نتیجه خاصی نرسیدن. اما یکی از اعضایی که در هیئت افغانستان است ابراز امیدواری کرد که بتونن به زودی این اختلافات حل بشه. اما تا اینجای کارم نشان میده که تا چه اندازه این مذاکرات دشوار است. حتی وقتی که سر طرز العمل ها این طور اختلاف نظرها وجود داره و چند روز طول میکشه، خود مذاکرات اصلی نشان میده که به مراتب سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. ممنونم از علی حسینی همکارم از کابل با ما. امروز هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا که به صورت متمرکز و فشرده در قطر برگزار میشه به پایان رسید. در مهمترین بازی پرسپولیس برای صعود از گروه با الدوحیل قطر روبرو میشه و دیرتر سپاهان هم برای حذف نشدن با العین امارات بازی میکنه. اما دیروز نماینده های ایران دو مساوی ناامید کننده دیگه ثبت کردن. پوریا جعفری گزارش میده. استقلال که با کنار کشیدن الوحد امارات هفته اول اقامتش در قطر را استراحت کرده بود، در مسابقه مهم با اشورته روبرو شد. ولی این تیم عراقی بود که آماده تر شروع کرد و روی یکی از ضربات کورنر خطرناکش در نیمه اول جلو افتاد. در نیمه دوم اوضاع برای استقلال کمی بهتر شد. با پاسکاری های ریز خط حمله این تیم در محوطه جریمه فرصت ایجاد می شد. و سرانجام این ارسلان متحری بود که روی یک توپ برگشتی موفق شد بازی را مساوی کند. در ادامه مسابقه استقلال نتوانست که گل دوم را بزند و حالا فقط یک برد در روز آخر جلوی الاهلی عربستان می تواند باعث صعود استقلال از این گروه شود. مسابقه نماینده دیگر ایران هم داستانی عجیب داشت. شهر خودرو که از 4 بازی گذشته هیچ امتیازی نگرفته بود با الهلالی بازی میکرد که 16 بازیکن و 10 نفر از کادر فنیش مبتلا به کرونا شده بودند. علیرغم درخواست تیم عربستانی با لغو این مسابقه موافقت نشد. اما الهلال که کلن در زمین بازی و روی نیمکت 14 بازیکن در اختیار داشت، در فرصتها چیزی کمتر از شهر خودرو نداشت. این مسابقه برابر در نهایت 0-0 تمام شد. اولین امتیاز آسیایی شهر خودرو، ولی در عین حال از دست رفتن فرصتی تکرار نشدنی برای شکست دادن یکی از معروف‌ترین تیم‌های قاره. نتیجه‌ای که شاید تیم‌های ایرانی و سیاست اجازه نداشتن استفاده از مربی خارجی را به طور جدی زیر سوال ببرد. پوریا جعفری، BBC.
چند خبر کوتاه. دادگاهی در بلغارستان دو متهم انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی رو که 8 سال پیش رخ داد به حبس ابد بدون عفو محکوم کرد. در این انفجار 5 اسرائیلی و راننده اتوبوس کشته شدند و مقام‌های اسرائیل و بلغارستان حزب الله لبنان رو عامل اون اعلام کردند. یکی از دو متهم لبنانی استرالیایی و دیگری لبنانی کانادایی است و هر دو از زمان انفجار فراری‌اند. نمایندگان سودان، آمریکا و امارات متحده عربی از دیروز با برگزاری نشست‌هایی در ابوظبی بررسی عادی‌سازی روابط سودان و اسرائیل را آغاز کردند. سودان برای موافقت با عادی‌سازی رابطه‌اش با اسرائیل خواهان دریافت کمک‌های اقتصادی شده. امارات و بحرین هم در هفته‌های اخیر از عادی شدن روابطشون با اسرائیل خبر داده بودند. مراسم جوایز امی معادل تلویزیونی اسکار دیشب در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. این مراسم به دلیل شیوع کرونا امسال کاملا مجازی بود. سریال های ساکسشن یا وراثت و واچمن یا نگهبانان و همینطور سریال طنز شیتس کریک جوایز امسال رو درو کردن. دیوید ویلز گزارش میده. اولین مراسم مهم جوایز هالیوودی در دوران کرونا و یکی از عجیب‌ترین آن. نه فرش قرمزی بود و نه ستاره سینمایی در میان تماشاچیان نشسته بود. جیمی کیمل مجری این برنامه در یک سالن خالی این برنامه را اجرا کرد. کاندیداها از طریق وای فای از سالن پذیرایی، اتاق خواب و حیات خانه‌شان در این برنامه شرکت کرده بودند. Congratulations. ویروس کرونا نه تنها روش برگزاری این مراسم را تغییر داد، بلکه موضوع خیلی از جوک ها در این مراسم بود. جنیفر انستون کمک کرد پاکت هایی که اسم برندگان روی آنها نوشته شده بود ضد عفونی شود. افرادی با لباس های محافظ که به شکل کت و شلوار رسمی طراحی شده بود جوایز را به برندگان میدادند. اولین جایزه شب به سریال طنز کانادایی شیت کریکس رسید که جوایز زیادی را از آن خود کرد. به گفته برگزار کنندگان امی، این جایزه و جایزه هایی برای سریال هایی با مضمون اعتراض به تبعیض نژادی باعث شدند که این جشنواره متنوع تر از همیشه باشد. سریال واچمن که شبکه HBO آن را تهیه کرده و درباره نژادپرستی و خشونت پلیس در آمریکاست 4 جایزه برد. سریال ساکسشن هم که HBO تولید کرده 3 جایزه امی برد. قدردانی طنزآمیز فیلمنامه نویس بریتانیایی این سریال هم جالب بود. من از ویروس کرونا تشکر نمی کنم که امسال ما را از هم جدا کرد. از رئیس جمهور ترامپ هم تشکر نمی کنم برای واکنش نادرست و غیر هماهنگش به این ویروس. از بوریس جانسون هم تشکر نمی کنم که همین رفتار را در کشور من بریتانیا داشت. جوایز امسال به دلیل انزوایی که ویروس کرونا درست کرده با همیشه فرق دارد. اهدای این جوایز آغازگر فصل جدیدی در هالیوود نیست، فصلی که انتظار می‌رود نامتعارف ترین فصل برای هالیوود باشد. دیوید ویلس، بی بی سی نیوز، لس آنجلس. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشم.